شب بخیر خدمت شما بینندگان و همراهان همیشگی تلویزیون ایرانیان برلین و همچنین کلی عزیزانی که از طریق شبکه جهانی اینترنت برنامه ما رو مشاهده میکنند. خرسند و سرفراز هستیم از اینکه بار دیگر با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز یک شنبه 10 نوامبر 2013 میلادی برابر با 19 آبان ماه 1392 خورشیدی میباشد. یادآوری میکنم سایت اینترنتی تلویزیون ایرانیان برلین به روز شد. شما عزیزان میتونید بازپخش برنامه ما رو در صفحه اینترنتی ما و یا شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب مشاهده نمایید.
توجه شما را به رویدادهای خبری هفته که گذشت جلب می‌کنم. یک مقام عالی رتبه در دولت آمریکا که نخواست نامش فاش شود گفت اگر ایران گام اول در اجرای تعهداتش را اجرا کند و پیشروی برنامه هسته‌ای را متوقف کند، واشنگتن تحریم‌ها را به طور موقتی و موردی لغو می‌کند. به افزود لغو تحریم‌ها برای 6 ماه است و اگر ایران در این مدت به تعهدات گام اول عمل نکند، این تحریم‌ها باز می‌گردند. گفتنی است دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به اضافه 1 پنجشنبه و جمعه گذشته در ژنو برگزار شد. شبکه خبری بی بی سی با استناد به ناتو از تلاش عربستان سعودی برای دستیابی به بمب اتمی از طریق پاکستان با هدف مقابله با ایران خبر داد. بر پایه این گزارش عربستان در ازای کمک مالی به پاکستان مجهز به بمب اتمی می شود. گفتنی است آموسیاتلین رئیس پیشین سازمان اطلاعات اسرائیل اخیراً در کنفرانسی در سوئد اعلام کرده بود چنانچه ایران به بمب اتمی دست پیدا کند عربستان حتی 1 ماه نیز برای تهیه بمب اتمی درنگ نخواهد کرد. افشاگری ادوارد اسنودن کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا باعث شد رؤسای 3 سازمان اطلاعات بریتانیا برای نخستین بار با حضور همزمان در پارلمان بریتانیا از عملکرد خود دفاع کنند. آنها افشاگری اسنودن را کمکی برای القاعده دانسته و تمامی فعالیت‌های خود را قانونی خواندند. گفتنی است رؤسای سازمان اطلاعات داخلی، سازمان اطلاعات خارجی و ستاد ارتباطات و شنود دولت بریتانیا متهم هستند که به طور فراگیر از کامپیوترهای شخصی و ارتباطات تلفنی شهروندان بریتانیا و همینطور متحدان این کشور جاسوسی می‌کردند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف با اشاره به محرومیت هزاران کودک سوری از تحصیل نسبت به ظهور نسلی از دست رفته در این کشور هشدار داد. یوکی آبرنت معاون مدیر عامل یونیسف گفت به جای جمعیتی که قادر به کمک بازسازی کشور است، جمعیتی در سوریه ظهور خواهد یافت که در دل خشونت، درگیری و نفرت بزرگ شده است. سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا که به دعوت فدراسیون فوتبال ایران یک سفر 1 روزه‌ای به تهران داشت با حسن روحانی دیدار کرد. در این دیدار حسن روحانی گفت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا برخی از مسابقات فوتبال را در سطح جام ملت‌های آسیا و فوتبال ساحلی را در سطح جام جهانی میزبانی کند. همچنین سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال خواهان حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال ایران شد. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای به وضعیت سانسور در ایران و وعده‌های علی جنتی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی در این باره پرداخت و اعلام کرد بساط سانسور در هر شکل و اندازه باید برچیده شود. به گفته کانون نویسندگان ایران سانسور در این سالها با افت و خیزهای همراه بوده اما همواره پابرجا پیگیر و روزافزون برای دولت و کسانی که از وجودشان نفع میبرند نقش خود را ایفا کرده است. حسن قشقاوی معاون پارلمانی وزارت امور خارجه ایران گفت که قرار است کمیته‌ای برای بازگشت فعالان سیاسی خارج از کشور به ایران تشکیل شود. به افزود دولت ایران هیچ محدودیتی در دادن خدمات کنسولی به فعالان سیاسی که به هر دلیل از ایران خارج شدن ندارند. پیش از این محمد علوی وزیر اطلاعات ایران در خصوص بازگشت به ایران گفته بود هر شخصی که خلافی نداشته باشد تضمین می‌دهیم مشکلی نخواهد داشت. به رغم هشدارهای سازمان عفو بین الملل و نهادهای جهانی حقوق بشر به ایران در مورد اعدام زندانیان سیاسی، شیرکو معارفی زندانی سیاسی کرد هفته گذشته در زندان مرکزی سقز اعدام شد. وکلای او آقایان خلیل بهرامیان و سعید شیخی اجرای حکم اعدام علیه موکلشان را غیر قانونی خواندند. گفتنی است شیرکو معارفی زندانی کرد اهل بانه بیش از 5 سال پیش در 9 آبان ماه سال 1387 در حوزه سقز بازداشت و به اتهام محاربه محاکمه شده بود. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از پرونده حقوق بشری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران انتقاد کرد. به گزارش آسیوشیت پرس در مصاحبه با این خبرگزاری و افزایش شمار اعدام‌ها از زمان روی کار آمدن روحانی اشاره کرد و دولت را به دروغ‌گویی در مورد آزادی زندانیان سیاسی متهم کرد و گفت روحانی ممکن است شهرت یک اصلاح طلب میان رو را کسب کرده باشد اما در مورد مقوله حقوق بشر ما تا کنون فقط علائم بد می‌بینیم.
توجه شما را به چند خبر کوتاه داخلی و خارجی جلب می‌کنم. سوها عرفات، همسر یاسر عرفات، رهبر سابق سازمان آزادی بخش فلسطین به رسانه‌ها گفت آزمایش‌ها نشان داده که علت مرگ شوهرش مسمومیت ناشی از مواد رادیواکتیو پولونیوم بوده است. دادستان شهر زابل در حمله دو مرد مسلح کشته شد. در هفته اخیر بیش از 6000 نفر از ساکنان انفاس و شهرهای دیگر استان خوزستان به دلیل تنگی نفس و مشکلات تنفسی به بیمارستان‌های این استان مراجعه کردند. یک منبع آگاه به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت خانواده ستار بهشتی از وجود یک نظریه پزشکی قانونی مطلع شدند که بر پایه آن این وبلاگ نویس به طور قطع بر اثر خونریزی ریه، کبد، کلیه و مقطع در زندان فوت کرده است. باشه بی نمی